سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطب عزیز و گرامی. بنده عریضا طایی دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی هستم و شما را دعوت میکنم که تا به آخر این آموزش همراه بنده باشید. در درس یکم به خودشناسی میپردازیم که اصلا خودشناسی چیست؟ چرا اینقدر مهمه؟ چرا پازل گم شده ی زندگی ما هست و چرا ما اصلا باید بهش توجه بکنیم؟ در درس دوم به خودسازی میپردازیم و سپس در درس سوم به ساخت نگرش نوع خود پی میبریم و نگرش جدیدی برای خودمون میسازیم. پس میریم الان سراغ درس یکم که خودشناسی هست. اما یه توصیه های قبل از این که بریم سراغ آموزش برای شما دوستان عزیز داشتم که اگر این توصیه ها رو عملی بکنید خیلی بازدهی بیشتری از این آموزش خواهید داشت. سراغ صفحات دیگه نرید. صفحات دیگر ببندید و صفحات اضافی روی تصویر شما نباشه، روی لپتاپ شما یا روی گوشی شما. موبایل خودتون رو چک نکنید، حتما موبایل رو دور از دسترس خودتون قرار بدید و جوری باشه که حواس شما رو پرت نکنه. به چیز دیگه ای فکر نکنید. هر چیزی که اومد سراغ شما و فکر شما رو درگیر کرد اونو یادداشت برداری بکنید که اجازه نده تمرکز شما به هم بریزه و بازدهی شما رو از این آموزش کمتر کنه. اما یه توصیه کلی دیگه هم دارم که رعایت این اصول میتونه به شما کمک کنه که بهره‌وری شما بیشتر بشه از آموزش. گارد با آموزش نگیرید، آموزش رو ببینید و سپس بررسی بکنید. یعنی این تفکر رو انجام بدید و با خودتون بگید که حالا بذارید این آموزش رو ببینم، تکرارش بکنم، ببینم فایده داره یا نه. پس اول آموزش رو ببینید، پیریزیش بکنید، انجامش بدید، بعد گارد بگیرید اگر میخواید گاردی بگیرید. حالا اگه گارد هم نگیرید خیلی به نفع شما میتونه باشه و بهره‌وری شما رو میتونه بیشتر و بیشتر بکنه. تعیین زمان اتمام دوره، یعنی حتما یه زمان بذارید که این دوره رو شروع بکنید و یه زمانی بذارید که کی میخواید تمومش بکنید. یعنی تیکه تیکه این دوره رو نبینید، یک جا ببینید و زمان مشخص براش بذارید. با افکار خودتون هم درگیر نشید و اگر افکاری اومد سراغ شما حتما یادداشت برداری بکنید. صفحات اضافی هم ببندید و میتونید چندین بارم این آموزش رو ببینید، تکرار بکنید تا این آموزش در ذهن شما بشینه تا بتونید بهره‌وری از این آموزش بالاتر ببرید. اما میریم سراغ خودشناسی که اصلا خودشناسی چیست؟ چرا باید خودشناسی رو در زندگی خودمون پیاده سازی بکنیم؟ چرا نیاز به شناخت داریم؟ اصلا انسان چرا باید خودش رو بشناسه؟ این درون خودش رو چرا باید بشناسه؟ چرا باید آگاه باشه که چه کاری داره انجام میده و این آگاهی چه کمکی به اون میکنه؟ من اگه خودم رو نشناسم خب چه شکلی میتونم حال خودم رو خوب بکنم؟ به چه شکلی میخوام زندگی اصلا بکنم؟ وقتی خودم رو نشناسم نمیتونم رانندگی زندگی خودم باشم، نمیتونم لیدر زندگی خودم باشم، چون شناختی از خودم ندارم. پس این شناخته که به من خیلی خیلی دید میده. پس گام اول و محکم و همون پی ساختمون وجودی ما خودشناسی هستش. من بشناسم که ساختمون من نیاز به چه خاکی داره، نیاز به چه مصالحی داره، نیاز به چه چیزهایی داره که ساختمون وجودیمو بتونم بسازم. پس باید اجزای خودم رو بشناسم تا بتونم ساختمون وجودی خودم رو در فصل بعدی بسازم. خودشناسی یعنی پی بردن و درک عمیق از توانایی و استعدادهای خود که باعث میشه که ما بهترین نسخه خودمون رو بشناسیم و به اون نسخه تبدیل بشیم. من وقتی توانایی و استعدادهای خودم رو بشناسم میدونم که چه کارهایی باید بکنم، توی چه کاری میتونم موفق باشم. ولی هیچ شناختی اگه از خودم نداشته باشم خب نمیدونم چه کاری باید انجام بدم، تو چه کاری قدرت یادگیریم، سرعت یادگیریم بیشتره، تو کدوم کار میتونم موفق تر بشم. پس این خودشناسی به من کمک میکنه که توانایی و استعدادهای خودم رو بدونم. البته استعداد یعنی سرعت یادگیری. برای برخی از افراد اونا هم خیلی خاص هستن که ذاتی هستش، ولی عموم مردم برای اینکه بتونن در یک ویژگی در یک کاری استعدادی داشته باشن باید تمرین و تکرار بکنن تا سرعت یادگیریشون بالاتر و بالاتر بره. خودشناسی یعنی عامل شکست و موفقیت خودم هستم. یعنی وقتی شکست میخورم باید برگردم و خودم رو ببینم. چرا من شکست خوردم؟ اصلا علت شکست خوردن من چه چیزی هستش؟ عامل موفقیتم پس خودم هستم. چون عامل شکست خودم هستم و بایدم عامل موفقیت خودم باشم. خودشناسی یعنی بهترین خود بودن، یعنی عمق شادی درونی که نیاز به محرک خارجی نداره. بعضی از افراد میان میگن که هیچ دلیل خارجی، یعنی هیچ دلیلی نداریم که شاد باشیم، ولی در خودشناسی ما درون خودمون رو میشناسیم تا بتونیم به عمق درون خودمون وصل بشیم، تا بتونیم اون شادی رو
به درون خودمون انتقال بدیم و از درون شاد باشیم. طبق قانون 20-80 که اینطوری تعریف میشه، میگه که 20% از اتفاقات 80% بازخورد رو داره و 80% از اتفاقات 20% بازخورد رو داره. حالا در خودشناسی به چه شکله؟ 80% اتفاقات به درون ما بستگی داره و 20% اتفاقات از درون روی ما تاثیر میذاره. یعنی من 80% اتفاقات، تفکرم، فکرام، هر کاری که انجام میدم بستگی به درون من داره و فقط 20% از بیرون روی شادی من، روی زندگی من تاثیر میذاره. آدمی موفقه که بتونه تمرکز خودش رو بذاره روی اون 80% که بتونه اون شادی رو در درون خودش احساس کنه. باید سعی کنیم همیشه در جهت بهترین خودمون گام برداریم و رسالت زندگی خودمون رو کشف بکنیم. وقتی رسالت خودمون رو کشف بکنیم، خیلی راحت‌تر میتونیم اقدام بکنیم و طبق اون جلو بریم. ما خودشناسی اصلا برای چه چیزی میخوایم؟ خودشناسی میخوایم خودمون رو بشناسیم که بهترین خودمون باشیم دیگه. بهترین خودمون وقتی باشیم شاد هستیم، حس خوب داریم، اونجایی هستیم که باید باشیم. راهمون رو پیدا کردیم، هدف خودمون رو پیدا کردیم و راه برای ما هموارتر میشه که به چه شکل بتونیم موفق بشیم. پس خودشناسی رو ما برای این موضوع میخوایم و همینطور رسالت زندگی که در مورد صحبت کردم. حالا در فصلهای دیگه در مورد رسالت و نحوه پیدا کردن رسالت خودمون هم صحبت خواهم کرد. میریم جلوتر. حالا چرا به خودشناسی نیازمندیم؟ چرا نیازش داریم؟ اصلا برای چه چیزی هستش خودشناسی؟ یه کمی در موردش گفتم، حالا میخوام بازم بازترش بکنم و بیشتر در موردش صحبت بکنم که کامل کامل ما خودشناسی رو بشناسیم. هر آموزشی که میخواد کاربردی باشه اول به شناخت باید برسه. پس ما وقتی میخوایم آموزشی در مورد خودشناسی باشه، اصل اولش همون شناخت هستش. خودشناسی کمک میکنه به شادمانی و رضایت درونی برسیم. چه عواملی باعث میشه که من شاد باشم، چه عواملی باعث میشه که من ناراحت باشم، چه عواملی باعث میشه که من بخندم، حسم خوب باشه، حس و حالم توپ به توپ باشه، و چه چیزهایی باعث میشه که من غمگین باشم، حالم بد باشه، برم تو لاک خودم و اصلا با کسی صحبت نکنم. وقتی من این دوتا مدل رو بشناسم، دوتا ویژگی ها رو بشناسم، خب تمرکز خودم رو میذارم رو شادمانی، روی رضایت درونی، روی عواملی که باعث میشه که من حس خوب بگیرم. نمیرم سراغ افکار منفی. میفهمم چه چیزهایی باعث میشه که من منفی بشم. چه چیزی باعث میشه که آدم منفی بشه؟ مثلا اخبار دیدن. خب دیگه نمیرم سراغ اخبار. میدونم که رویه من لطیفه. اخبار باعث میشه که روی مغز من، روی روحیه من تاثیر منفی بذاره. پس دیگه اونو نگاه نمیکنم. بسیاری از آدمها خبر ندارن که چه کاری دارن روی خودشون انجام میدن، چه تفکری دارن و روزانه چه کارهایی انجام میدن. و همین باعث میشه که اصلا نتونن رضایت درونی داشته باشن، حالشون خوب نیست و از زندگی زده میشن. اما مورد دوم، برای داشتن یک زندگی هدفمند و معنادار، یادگیری درباره شخصیت و هویت خودمون ضروریه. من وقتی هویتمو بشناسم، وقتی شخصیتمو بشناسم، این باعث میشه که زندگی من هدفمند بشه، برم دنبال اون هدفی که میخوام. چرا؟ مثلا شخصیت من آقا یه آدمی هستش که برونگراست. آدم برونگرا توی جمع میتونه تاثیرگذار باشه. پس میرم هدف خودم رو میذارم روی کارهایی که گروهیه، چون خودم رو میشناسم. یا یه آدم درونگرام، آدم درونگرا میدونه که از جمع ارتباط نمیتونه بگیره، یعنی حس خوب نمیتونه بگیره، به درون خودش وصل میشه. پس این کمک میکنه که زندگی من هدفمندتر باشه و بدونم که اصلا میخوام چه کاری انجام بدم. شناخت خود و آشنایی با صفات و خصوصیاتی که داریم، این خیلی خیلی میتونه مهم باشه و اولین گام برای رسیدن به همین هدفه. وقتی من صفات و خصوصیاتم رو بشناسم، طبق اون برنامه‌ریزی میکنم، طبق اون میرم جلو. مثلا میدونم که زود عصبانی میشم، خودم رو در معرض جایی قرار نمیدم که عصبانی بشم. یا وقتی عصبانی میشم، خودم رو آروم میکنم، میدونم که چه کاری باید انجام بدم که آروم بشم. خب ما بخوایم به یه هدفی برسیم دیگه. شما الان تو این دوره شرکت کردید، دنبال یک هدفید. میخواید خودتون رو بشناسید، میخواید بهتر بشید، میخواید ویژگی‌های بهتری برای خودتون بسازید. خب زندگی هم دقیقاً به همین شکله. دنبال این هستیم که به چیزی برسیم دیگه. اون چه چیزه خیلی مهمه که ما باید بدونیم که چه چیز هستش که ما می‌خوایم بهش برسیم. از خصوصیاتمون خیلی مهمه بشناسیمش و صفاتمونه که باعث میشه که ما بدونیم که چه شخصیتی داریم و چه کاری میخوایم انجام بدیم. با خودشناسی و شناخت ویژگی‌های خود میتونیم شغل مربوط به خصوصیاتمون رو انتخاب بکنیم. با
گفتم که یه آدم برونگرا باید شغلی انتخاب بکنه که با افراد سر کار داره، یعنی ارتباط بگیره. بیشتر از شرکت ها من دیدم اشتباهشون چیه؟ یعنی یه آدم درونگرا رو میذارن تو بخش فروششون. این باعث میشه که اون شرکت فروشش بیاد پایین، چون آدم درونگرا دوست نداره بره جایی که آدم ها هستن. ولی اون آدم درونگرا میتونه توی سازمان خیلی کارهای مفیدی انجام بده، چون به شدت تمرکزشون بالاست. خب وقتی این ویژگی ها رو بدونم، میرم دنبال شغلی که دوستش دارم و شغلی که به درد من میخوره، و این باعث میشه که هم عمل کردم بهتر بشه و هم حال دلم خوب باشه، چون جایی هستم که دوستش دارم. از هر چقدر با شناخت بیشتری داشته باشیم، عملکرد و بازدهیمونم به مراتب بالاتر میره. حالا میریم سراغ هدف از خودشناسی، که اصلا هدف از خودشناسی چیست و چرا باید خودشناسی رو در زندگی خودمون پیاده سازی بکنیم. خودشناسی و خودآگاهی به ما کمک میکنه که تصمیمات آگاهانه تری بگیریم، هم برای خودمون هم برای زندگی. خیلی از آدم ها هستن که تصمیم آگاهانه نمیگیرن، هیجانی تصمیم گیری میکنن و اصلا آگاهانه نیست، از دیگران این تصمیمشون نشأت میگیره و اصلا کاری ندارن که خودشون چی میگن و گاهی اوقات به حرف دیگران اصلا گوش میدن. یه کاری انجام میدن، بعدش میان چه کار اشتباهی کردم و کاش قبلش بهش فکر میکردم. ولی ما میخوایم تصمیمات آگاهانه بگیریم، یه تصمیمی بگیریم که زندگیمون رو بندازه روی قلتک، نه باعث بشه که بیفتیم توی چاله. پس آگاهی به ما کمک میکنه که خیلی راحتتر تصمیمات بهتری بگیریم و طبق اصول اون تصمیمات رو جلوتر ببریم. خودشناسی کمک میکنه مسیری که بیشتر برای ما متناسب و معناداره رو برای خودمون پیدا کنیم. من میشناسم مثلا خلقیاتمو میدونم، صفاتمو میدونم، اخلاقیاتمو میدونم، میدونم آقا از این مسیر برم خیلی بهتره، خب پس میرم اون مسیر. ولی وقتی نشناسم میگم خب حالا میریم دیگه چپ میریم، حالا یا مستقیم میریم، یا اصلا میریم توی این کار ببینیم حالا چطوریه، حالا بگذرونیم وقتمونو، که این اشتباه. پس باید یه مسیر مناسب برای خودمون پیدا کنیم که این خودشناسی به ما کمک کنه این مسیرم پیدا بکنیم. هر چقدر نسبت به روحیات و ویژگی های خودمون آگاهی بیشتری داشته باشیم، راحتتر میتونیم خود واقعیمون رو ابراز کنیم و به نوعی احساس یک پارچگی و یک رنگی درونی با خودمون خواهیم داشت و به این ویژگی دست پیدا میکنیم. یعنی چی؟ یعنی من هر چقدر آگاه باشم، ویژگیامو بشناسم و بدونم که آقا روحیه من چه شکلی هستش، خب خیلی راحتتر میتونم برخورد بکنم دیگه. خود واقعیمو میتونم بگم آقا من روحیه‌ام اینطوریه، زود رنجم مثلا. میرم به طرف مقابل میگم آقا من زود رنجم، و بدون این رفتار من هستش، این ذات من هستش، اینو بدون که باعث نشه که من زیاد ناراحت بشم. یه آگاهی به طرف مقابلم میدم و این احساس هایی که من دارم میشناسمشون و نقطه قوتش رو پیدا میکنم، که همین نقطه قوت و یک پارچگی به من میده که خیلی راحت‌تر بتونم برخورد بکنم با دیگران. پس ما خودشناسی رو میشناسیم، خودشناسی رو برای زندگیمون قرار میدیم تا تصمیمات آگاهانه بگیریم، مسیر مناسب پیدا کنیم برای خودمون و احساس یک پارچگی درونی هم داشته باشیم. حالا اگه خودمون رو نشناسیم چی میشه؟ حالا میگید که خب حالا هدف از خودشناسی رو دونستیم، خودمون رو نشناسیم چی میشه؟ حالا از خودمون نمیخوام بشناسم، میبینم زیاد واسم مهم نیست. حالا بررسی میکنیم که اگه خودمون رو نشناسیم چه اتفاقی میفته، ببینیم اصلا مهم هست. قطعا مهم هستش که ما الان در این آموزش هستیم. وقتی از شخصیت خودمون و کارکردهایی که داریم، کارکردهای خاصمون بیشتر اطلاعی نداشته باشیم، یعنی دقیقا خودمون رو نشناسیم، نمیدونیم دلیل برخی از رفتارمون رو پیدا کنیم. مثلا یه رفتاری از خودمون بروز میدیم، نمیدونیم چرا این رفتار رو اصلا داریم بروز میدیم، آگاهانه نیستش. و وقتی خودشناسی باشه، خودآگاهی باشه، باعث میشه که این رفتار آگاهانه بشه. یه کتابی میخوندم به نام اثر مرکب، آقای دارن هاردی حرف خیلی قشنگی زد. میگفت که یه روز با همسرم بودم و دیدم همسرم وقتی میخواد ماهی بپزه، ته ماهی و سر ماهی رو جدا میکنه و سپس میپزدش. ازش پرسیدم که چرا این کارو میکنی؟ گفتش که نمیدونم، مامان من همین کارو میکرد. میگفت رفتیم سراغ مامانش و ازش پرسیدیم که چرا این کارو میکنی شما؟ ایشون هم همین حرف رو زد. گفت مامان بزرگم، یعنی مامانم، این کارو میکرد. میگفت وقتی رفتیم سراغ مامان مامانش، یعنی مادر بزرگ همسر آقای دارن هاردی، ایشون گفتش که ما قبلا یه ماهیتابه هامون به خاطر اینکه کوچیک بود باید سر و ته ماهی رو جدا میکردیم تا بتونیم ماهی رو بپزیم و اندازه ماهیتابه بشه، و تازه اون رفتار رو
ما شناختیم که چرا بوده. پس خودشناسی به ما نشون میده که با این رفتار رو بیایم بشناسیم از داخل از درون خودمون چرا داریم این کار رو انجام میدیم، دنبال روی کسای دیگه نشیم و اون رفتار رو درونی پیدا بکنیم که چرا ما داریم این حرف رو میزنیم، چرا زود عصبانی میشم، چرا احساساتم رو بروز نمیدم، چرا بعضی اوقات داد میزنم، چرا نمیتونم ارتباط بگیرم. پس این موضوعات هم خیلی مهمه. خودمون رو نشناسیم نمیدونیم دلیل برخی از رفتارمون چی هستش و نمیفهمیم که چی باعث شده جایی باشیم که اکنون هستیم. اطلاع نداریم ازش. مثلا موفق نیستیم و انسانی نیستیم که ارزشمند باشیم. نمیدونیم خب من کدوم رفتارم اشتباهی هستم؟ نمیدونم. من این رفتار رو قبلا یاد گرفتم، همین رو دارم انجام میدم. خب باید یه چیزی باشه که به من اطلاع بده. پس میرم آگاهیمو بیشتر میکنم. وقتی آگاهیم بیشتر بشه، خودشناسی بیشتر بشه، دلیل رفتارامو پیدا میکنم و اونهایی که خوب نیستن رو اصلاح میکنم. و گاهی اوقاتم غفلت میکنیم. ببینید شکست و اشتباه گاهی اوقات باعث میشه شخصیت ما ساخته بشه. خب وقتی من آگاه نباشم چه چیزهایی باعث شده که شخصیت من ساخته بشه، غفلت میکنم ازش و عاملاش رو دیگه نمیشناسم. پس مورد سوم این مورد میشه و مورد چهارم و مهمتر از همه این که نسبت به خواسته ها و نیازهای واقعی خودمون در موقعیت های مختلف بی اطلاعی. نمیدونم الان من چی میخوام، نمیدونم چی الان حال منو خوب میکنه و این عدم آگاهی باعث میشه که درمانده بمونم و کاریو نتونم انجام بدم. احساس درماندگی خیلی احساس بدی برای انسان میتونه باشه. شاید بارها و بارها این احساس رو تجربه کرده باشید. یه آزمایش یه تحقیق اومدن انجام دادن. میخوام بدونید که این درماندگی چه چیزی و چه کاری با مغز ما میکنه و چه چیزهایی باعث میشه که این اتفاق بیفته. اومدن بچه فیلا رو وقتی که کوچیک هستن میبستنشون با یک طناب محکم به یه درختی یا به یه آهنی که نتونن جدا بشن. وقتی که میگذشت فیل بزرگ میشد این تناب بود و وقتی بزرگ میشد دیگه اون تنابه رو محکم دیگه نمیبستن. یعنی فیل با یک حرکت کوچیک میتونست اون تنابه رو جدا بکنه. ولی چرا این کارو نمیکرد؟ چون کودکی انقدر تلاش کرده بود نتونسته بود و این باور شده بود که هیچ موقع نمیتونه این تناب رو شکست بده. وقتی بزرگ بود حتی با یک حرکت کوچیک میتونست این تناب رو پاره بکنه ولی این باور اجازه نمیداد که اون کارو انجام بده. من میخوام بگم که این آگاهی هستش که به ما کمک میکنه که یه کاری رو انجام بده. مثلا شاید الانم بتونم این کارو تغییر بدم و این عملو انجام بدم و شاید قبلا نشده، الان شاید بتونم و شاید باورهای من قدیمی بوده. بذار امتحانش بکنم، بذار یه کار جدیدی رو انجام بدم. اشکال نداره حالا دو دفعه شکست خوردم، آگاه بشم که چرا شکست خوردم. من به خاطر چه رفتارام بوده؟ به خاطر اینکه برنامه‌ریزی نداشتم، هدف نداشتم، رسالتمو پیدا نکرده بودم، مدیریت زمان نمیدونستم، اقدام نمی‌کردم، تاوری نداشتم، تصمیمات اشتباه گرفتم. به خاطر چی بوده؟ به خاطر ترسام بوده، به خاطر باورهای غلطم بوده. پس این سوالات و خود خودشناسی به ما کمک می‌کنه که خواسته هامون رو بدونیم، نیازهامون رو بدونیم و بدونیم در موقعیت‌های مختلف چگونه رفتار کنیم. بریم سراغ گام های خودشناسی. اولین گام پیدا کردن انگیزه است. که اصلا انگیزه من چه چیزی هستش و چیزی باعث میشه که انگیزه من بره بالاتر. وقتی شما حرکت بکنید انگیزه به سمت شما میاد. اگر وایسید انگیزه به سمت شما نمیاد. مگر اینکه انگیزه بیرونی برای خودتون بذارید. یعنی موفق شدن بشه انگیزه شما. گام دوم افتخار کردن به خودتونه. چه چیزهایی باعث میشه که شما به خودتون افتخار بکنید؟ چه عامل هایی، چه حرکت هایی، چه حرف هایی، چه رفتاری باعث میشه که شما به خودتون افتخار بکنید؟ باید از خودتون سوال بپرسید و این عوامل رو برای خودتون پیدا بکنید. مورد سوم باید بدونیم که عامل تغییر و تحول خود ما هستیم و کسی نیستش که بیاد برای ما کاری انجام بده. شما اگر میخواید خودتون رو بشناسید باید بدونید که خودتون عاملش هستید و خودتون باید تغییر بکنید. خودتون باید زندگی خودتون رو دچار تغییرات بزرگ بکنید تا بتونید اون دستاوردی که دوست دارید رو بهش برسید. مورد چهارم چه چیزایی باعث میشه من سر حال باشم؟ چه چیزایی باعث میشه حالم خوب باشه؟ چه چیزایی باعث میشه که شاداب باشم؟ باید اونها رو از خودم بپرسم و جوابش رو برای خودم پیدا بکنم. مورد پنجم قدردانستن از اوقات خودمه. چه چیزایی باعث میشه که من از خودم قدرداری بکنم؟ چه کارهایی هستش که وقتی من انجامش میدم حسم خوب میشه و از خودم قدردانی میکنم؟ باید سوال بپرسم و این کارها هم برای خودم پیدا بکنم. مورد ششم
باید رو راست باشم با خودم، به خودم دروغ نگم، سر خودم کلاه نذارم. با این رو راست بودن میتونم خصلت‌های بد خودم رو پیدا بکنم و همینطور خصلت‌های خوب خودم رو بیشتر بشناسم. پس با خودتون رو راست باشید و به خودتون دروغ نگید. مورد بعدی احساس کردن عشق بیقید و شرطه. من چجوری میتونم احساس عشق بیقید و شرط رو برای خودم پیدا بکنم؟ چه کاری باید انجام بدم؟ آیا از عشق دور شدم یا آیا بهش نزدیکم؟ باید از خودم بپرسم کجای زندگی میتونم عشق رو بیشتر تجربه کنم و به سمت اون برم. این ارتباط ما رو با درون خودمون میسازه و میتونیم خودمون رو بیشتر و بیشتر بشناسیم. مورد بعدی بخشش خودم و بخشش دیگران. چی باعث میشه که من خودم رو ببخشم اگر اشتباهی کردم و چی باعث میشه که دیگران اگر به من بدی کردن رو ببخشم؟ خب چه عاملی باعث شده که من کینه و نفرت از دیگران داشته باشم؟ و مورد آخر مسئولیت پذیری هستش، که من قبول بکنم که مسئولیت 100% زندگی خودم با خودم هست. یعنی تقصیر رو گردن کسی نندازم. ما باید مسئولیت زندگی خودمون رو بپذیریم، مسئولیت این که خودمون رو بشناسیم و مسئولیت این که من خودم باید اقدام بکنم تا بتونم موفق بشم. اما میرم سراغ شناخت 5 صفت اصلی شخصیتمون. ما با خودشناسی آشنا شدیم، گام‌هاش هم با همدیگه پیریزی کردیم و به جلو رفتیم. حالا میریم سراغ 5 صفت اصلی شخصیتمونه که باید بشناسیم این موضوعات رو که خیلی میتونه به ما کمک بکنه. مدل 5 عامل شخصیتمون. باید بدونیم که بر اساس مدل 5 عاملی شخصیت، صفات و روحیات انسان‌ها در 5 دسته از صفات زیربنایی طبقه بندی میشن. این 5 عامل ساده میتونن یک چیز رو به ما بدن. چه چیزی باعث میشه که من باشم و چه چیزی باعث میشه که خود واقعیم باشم؟ این 5 صفت این چیز رو به ما القا میکنه و به ما کمک میکنه که این موضوع رو در درون خودمون بشناسیم. ریشه این نظریه به مقاله پژوهشی که فیسکه در سال 1949 نوشته برمیگرده. این نظریه از اون سال تا به حال گسترده‌ای روبرو بوده و پژوهشگرایی مثل آقای نورمن، اسمیس، گولدبرگ و مکری و کاستا در موردش بسیار نوشتن و در موردش خیلی خیلی تحقیق کردن که سالهایی که اونها بهشون برداختن هم در تصویر مشاهده می‌فرمید. اما میریم سراغ شناخت 5 صفت اصلی شخصیت. اولیش پذیرا بودنه، دومیش وظیفه شناسیه، سومیش برونگراییه، چهارمیش خوشایند بودنه و پنجمیش نورتیک بودن، که میخواییم حالا با همدیگه بررسی بکنیم که اصلا یعنی چی این صفات و به چه درد ما میخورن. اولیش پذیرا بودن نسبت به تجربه های جدید. وقتی من میخوام شخصیت خودم رو تغییر بدم، وقتی میخوام یک شخصیت جدیدی برای خودم بسازم و آگاهی ازش کسب بکنم، باید پذیرا باشم نسبت به اتفاقات جدید و کارهای جدیدی که میتونم در زندگی خودم اجرا بکنم. حالا از خودتون سوال بپرسید و هم الان جوابشو برای خودتون پیدا بکنید. پس سوال از خودتون بپرسید و جوابشو پیدا بکنید همین الان. چقدر آمادگی خطر کردن رو دارید؟ چقدر حاضرید سراغ تجربه های جدید برید تو زندگیتون؟ آیا از ارتفاع میترسید؟ اگر از ارتفاع میترسید، آیا حاضرید برید بالای ارتفاع؟ آیا نمیرید؟ چه کاری انجام میدید؟ از خودتون بپرسید. آیا دنبال تجربه های جدید هستید؟ آیا خطر رو به جون میخرید؟ آیا میرید تو دل ترساتون؟ هم الان از خودتون بپرسید و جوابش رو برای خودتون پیدا کنید. اگر جواب شما بله باشه، شما نسبت به تجربه های جدید کاملا پذیرا هستید و شما از تجربه های نو و آزموده نشده استقبال میکنید و نمره که شما بالا هستش. افرادی که نمره شاخص پذیرا بودن اونها بالا باشه معمولا کنجکاو و خلاق هستن، چون دوست دارن چیزهای جدید رو پیدا بکنن، ماجراجویی بکنن، خلاق هستن که راههای جدید رو برای خودشون بسازن. شما اگر میخواید موفق بشید، باید درجه پذیرا بودن خودتون رو ببرید بالا و کارهای جدید انجام بدید. یه زندگی روتین رو خیلی از آدما دارن. ما میخوایم خودمون رو بشناسیم که یک زندگی روتین برای خودمون نسازیم. طبق خودمون برنامه ریزی بکنیم. طبق صفات شخصیت خودمون یه زندگی جدید برای خودمون بسازیم. پس باید پذیرا باشیم در گام اول. اگر پذیرا نباشم که نمیتونم خودشناسی داشته باشم، نمیتونم خودسازی داشته باشم. پس خیلی مهمه که این عامل رو در زندگی خودم اجرا بکنم. و این افراد انعطاف پذیری خیلی بالایی دارن و دوست دارن تو زندگیشون تنوع زیادی باشه و
انجام کارهای روتین و تکراری اونها رو خسته میکنه و خوششون نمیاد. اگر کارهای روتین خستتون میکنه، باید بدونید که باید کارهای جدید برای خودتون درست بکنید و یه تنوع و یه خلاقیت در زندگی خودتون ایجاد بکنید. اگر این کارو نکنید، خب مثل خیلی از آدما روتین زندگی میکنید و هیچ چیز منحصر به فردی زندگی شما نخواهد داشت. حالا میریم سراغ واقع گراها. میخوایم بدونیم که مثلا واقع گراها چه کسایی هستن. ببینید، برعکس همین پذیرا بودن ها، این افراد هستن. یعنی نسبت به رخداد جدید، کار جدید، هیچ علاقه نشون نمیدن و نمیخوان برن تو دل ترساش. نمره پذیرا بودنشون پایینه و ثبات و تداوم را به تغییر ترجیح میدن. یعنی به دنبال ثباتن، یعنی یه کاری داشته باشن تا آخر اون انجامش بدن. هیچ تغییری نباید تو زندگیشون باشه. تغییر باعث میشه که اونو استرس بگیرن، ترس داشته باشن و حالشون بد بشه. آیا شما جزو این افراد هستید؟ خب اگر اینطوری باشید، خب چیز جدیدی برای زندگیتون نخواهید داشت. ولی وقتی کارهای جدیدی انجام بدید و تجربه های جدید داشته باشید، میتونید خیلی زندگی خودتون رو تغییر بدید. این افراد که همونطوری گفتم واقع‌گراها هستن، به رویدادها و مسائل واقعی توجه دارن. اینجور افراد محافظه‌کار و معمولی ترن و استقبال نمی‌کنن از تغییر و به دنبال تغییر نیستن. یعنی تغییر رو برای خودشون مثل سم میدونن. خب باید بدونم که من میخوام تغییر بکنم یا نه، یا اصلا جز واقع گراها هستم، میخوام پذیرا باشم ولی نمیدونم چه کار باید انجام بدم. تنها کاری که میشه انجام داد این که اقدام بکنیم و شروع بکنیم به جلو رفتن. دریچه ها رو روی ذهن خودمون باز بکنیم. اگر توی اتاقی هستیم و خودمون رو حبس کردیم، درو باز کنیم، پنجره رو باز کنیم تا نور به سمت ما بیاد و بتونیم دنیا رو ببینیم. این باعث میشه که بتونیم خیلی تغییرات تو زندگی خودمون ایجاد کنیم. ولی ما خودمون رو میشناسیم دیگه. الان متوجه شدیم که آیا واقع‌گرا هستیم یا پذیرا. خب اگه من بدونم که واقع‌گرا هستم، خب باید تلاش بکنم برم سمت پذیرا بودن دیگه. همین باعث میشه که یک خودشناسی خیلی خوب برای خودم داشته باشم. میریم سراغ وظیفه شناسی بالا. این ویژگی باعث میشه که فرد هوشیار و مراقب باشه، یعنی با احتیاط عمل میکنه. کسایی که وظیفه شناسی بالایی دارن مراقبن و بیگدار با آب نمیزنن، همه عوامل رو میسنجن و سپس اقدام میکنن. به خاطر همین هوشیاری و مراقبتی که دارم، خیلی وقتا که شکست کمتری میخورن، چون موانع رو میبینن، راه رو میبینن و سپس اقدام میکنن. افرادی که میزان وظیفه شناسیشون بالا هست، تمرکز بسیار زیادی روی اهداف خودشون دارن. اونها کارها و پروژه ها رو از قبل برنامه ریزی میکنن و در هر لحظه روی یک کار تمرکز میکنن. ببینید، ما دو تا چیز داریم، یکی چندکارگی، یکی هم کار عمیق. چندکارگی یعنی که من همزمان روی چند تا پروژه کار بکنم، قدرت تمرکز من خیلی خیلی پایین میاد. ولی کار عمیق یعنی که من تمرکزم رو روی یک کار بذارم و همین باعث میشه که خیلی بهتر اون کار رو انجام بدم و نتیجه بهتری از اون کار بگیرم. اما ویژگی های دیگه وظیفه شناسی بالا چه چیزایی هستش؟ اونها وسوسه آنی رو خیلی خیلی خوب کنترل میکنن و مدیریت خیلی خوبی روی عواطف و رفتارشون دارن. اونا موفقیت و کسب دستاوردهای شغلی براشون خیلی خیلی مهمه. وقتی موفق میشن توی کاری، وقتی دستاوردهای خیلی خوبی رو کسب میکنن، حس خوب میگیرن، کلن زندگی براشون روی دیگری بهشون نشون میده. یعنی زندگیشون انقدر خوب میشه، حسهای خوب به خودشون دادن و منتقل کردن. برای سلامتیشون خیلی خیلی اهمیت قائلن، به خاطر همینم طول عمر بیشتری دارن. خاطر اینکه برنامه‌ریزی خیلی خوب دارن، خاطر اینکه از قبل همه چی رو می‌چینن و استرس کمتری رو برای خودشون ایجاد میکنن. همین استرس کمتر باعث میشه که سلامت باشن و طول عمر بالاتری رو برای خودشون به ارمغان بیارن. اما میریم سراغ وظیفه شناسی کم. افرادی که وظیفه شناسیشون، یعنی شاخص وظیفه شناسیشون پایینه، تابع خواسته‌های آنی هستند و نمیتونن کارهای خودشون رو به عقب بندازن و هر اتفاقی که براشون میفته رو همون موقع باید برن سمتش. نامنظم و شلختن و نظم باعث میشه که اونا بیانگیزه بشن. یعنی اگر کاری رو بخوان بر طبق چارچوب و نظم انجام بدن، اصلا نمیتونن و اون کارو کنار میذارن. اهمال کاری زیادی دارن و نمیتونن رفتار خودشونو به درستی مدیریت بکنن.
درگیر عادتهای مخربم گاهی ممکنه بشن به خاطر اینکه نمیتونن نه بگن و مدیریت خواسته ها و امیال آنیشون رو بلد نیستن. به خاطر همین شاید دیگران از اونها سوء استفاده بکنن و کارهایی ازشون بخوان که اونها شاید دوست نداشته باشن انجام بدن، ولی چون نمیتونن نه بگن اون کار رو انجام بدن. حالا از خودتون بپرسید کجای طیف وظیفه شناسی هستید؟ آیا در محل کارتون برنامه‌ریزی دارید یا مدیریت زمان رو بلدید؟ یا نه از خودتون بپرسید ببینید که وظیفه شناسی شما بالاه شاخصش یا شاخص وظیفه شناسی شما پایینه. اگر شما برنامه‌ریزی بکنید و طبق برنامه‌ریزی عمل بکنید، راه موفقیت شما هموار میشه و خیلی راحت‌تر میتونید به موفقیتی که دوست دارید برسید. پس خیلی مهمه که در زندگیتون برنامه‌ریزی داشته باشید. در هر کاری که می‌خواید انجام بدید و اگر براتون سخت بود، انقدر تکرارش بکنید تا اون موضوع برای شما عادت بشه و دیگه بدون برنامه‌ریزی نتونید کاری رو انجام بدید. اما پژوهشگران به این نتیجه رسیدن که موفقیت در اثر تمرین و تکرار رابطه مستقیمی با میزان شاخص وظیفه شناسی داره. یعنی اگر شما شاخص وظیفه شناسیتون بالاتر باشه، خیلی راحت‌تر میتونید به موفقیت برسید. پس ببینید چقدر مهمه که ما وظیفه شناسی خودمون رو شاخصش رو ببریم بالاتر. و وظیفه شناسی بالا یک نوع پیشگیریه، چون کمک میکنه برنامه‌ریزی داشته باشیم، مشکلات آتی و مشکلات آینده رو بشناسیم که درگیر اون مشکلات نشیم و همین کمک میکنه که یه گام خیلی خوب به سمت موفقیت برداریم و تو راه موفقیت همه چیزها رو بسنجیم و دچار مشکلات تو این مسیر نشیم. این سراغ برونگرایی. برونگرایی یکی از ارکان اصلی انسان هستش که هر انسان باید بدونه برونگراست یا درونگرا، که طبق اون رفتار بکنه، طبق اون بره جلو و طبق اون شغل خودش رو انتخاب بکنه. برونگرایی خیلی خیلی مهم هستش. اما افراد برونگرا چه نوع افرادی هستن؟ که حالا می‌خوایم با همدیگه آشنا بشیم که این افراد چه نوع افرادی هستن و به چه شکل زندگی می‌کنن. افرادی سرزنده و پرهیاهو هستن. یعنی در زمان حال زندگی می‌کنن، حسشون خوبه، حالشون خوبه و انرژی بسیار بسیار زیادی دارن. سر صحبت رو با دیگران به راحتی باز میکنن و از صحبت داخل جمع و ارتباط گرفتن اصلا نمیترسن. یعنی اونها ساخته شدن برای اینکه ارتباط بگیرن. هر موقع ارتباط نگیرن حالشون اصلا خوب نیست. برونگرایی مشخص میکنه که شما چقدر معاشرتی و اجتماعی هستید. اگر شما یک انسان برونگرا هستید، مسلما معاشرتی و اجتماعی هستید. ولی اگر درونگرا باشید، مسلما دوست دارید در خلوت خودتون بیشتر باشید. دیگه چه ویژگی‌هایی دارم؟ افرادی قاطع و جرأتمند هستن. وقتی دیگران از اونا انتقاد میکنن، خیلی راحت انتقاد رو میپذیرن و بازخورد خوب نشون میدن. یعنی سریع جلوگیری نمیکنن و یه دست جلو خودشون نمیارن که نه تو نباید انتقاد از من بکنی. انتقاد رو میپذیرن و به خاطر خصوصیاتی که دارن میتونن رهبر باشن، چون میتونن با همه ارتباط بگیرن و حس خوب به دیگران بدن. خاطر همین همه دوست دارن که اونها رهبر باشن، چون میدونن که ارکان رهبری به چه صورت هستش. برونگراها زمانی انرژی میگیرن که در میون مردم باشن و همین دلیل دوستان و آشنایان زیادی دارن و با اونها ارتباطات صمیمی و گرمی گاهی اوقات میسازن و هر فرصتی برای آشنایی برای اونهاست. از هر فرصتی استفاده میکنن که با دیگران آشنا بشن. اینطوری نیستش که مثلا یه نفر رو ببینن و نخوان ازش ارتباط بگیرن. آدمها رو زود میشناسن و باهاشون زود ارتباط میگیرن. این آدم ها اصلا مشخصن. شاید در کنار خودتون یا اصلا خودتون این آدم باشید. شاید در کنار خودتون دیده باشید اینجور افرادو که هر چه که میان ارتباط خوب میگیرن. سخت واسه شون نیست ارتباط گرفتن. یه موضوع یک حرف رو کلید میکنن و با همون حرف ارتباط رو برقرار میکنن. دیگه چه ویژگی هایی دارن برونگراها؟ با هم دیگه بررسی میکنیم. وقتی که حالشون بده، یعنی حالشون خوب نیست و میخوام بازسازی بکنن درون خودشونو، نیاز دارن یه کسی کنارشون باشه و حس خوب بهشون بده، چون اونا انرژی رو از دیگران میگیرن، از درون خودشون خیلی کمتر این انرژی رو میگیرن. دوستان زیادی دارن و معمولا رابطه عمیقی با اونها میسازن، برعکس درونگراها که دوستای خیلی خیلی کمی دارن. اگه کسی بهشون کم محلی بکنه، اصلا متوجه گاهی نمیشن که کسی بهشون کم محلی کرده و این احساسو در درون خودشون دارن که ممکنه که گاهی اوقات آدم ها باشون خوب نباشن، ولی اونها همیشه به دنبال این هستن که ارتباطاتشون رو قوی بکنن. در مورد موضوعات مختلف، اطلاعات کاملی اصولا ندارن. اطلاعات زیادی دارن ولی کامل کامل نیستش. از هر موضوعی مثلا 20% 30% در موردش میدونن.
چون داخل جمع هستم بیشتر، ممکنه که مثلا خیلی از اطلاعات رو از داخل جمع به دست بیارم، ولی در مورد شاید تحقیق نکرده باشم. بخاطر همین اطلاعاتشون معمولا نسبی هست و افراد اجتماعی هم و معاشرت رو خیلی خیلی دوست دارن. حالا از خودتون سوال بپرسید. ما داریم ویژگی های خودمون رو میشناسیم. ما در بخش خودشناسی هستیم. بپرسید از خودتون که آیا من برونگرام، شاخص وظیفه شناسی بالاست یا پایین، پذیرا هستم یا واقع‌گرا. اینا رو وقتی بشناسیم میتونیم خیلی راحت‌تر برای خودمون یه پنل خوب بسازیم که طبق اون بتونیم زندگی بکنیم. حالا میریم سراغ درون‌گرایی. می‌خوایم متوجه بشیم که درون‌گرایی اصلا چیه و چرا بهش نیاز داریم که در موردش اطلاعات داشته باشیم. این درون‌گراها معتقدن که برون‌گراها انرژی اونا رو تخلیه می‌کنن و اصلا دوست ندارن گاهی اوقات با این برون‌گراها ارتباط بگیرن. اونا انرژی خودشون رو در درون خودشون می‌سازن و از درون انرژی دریافت می‌کنن، برعکس برون‌گراها که از دیگران انرژی خودشون رو دریافت می‌کردن. درون‌گراها ترجیح میدن به جای اینکه تعداد زیادی از آدم‌ها رو داشته باشن و با اونها معاشرت بکنن، تو خونه بمونن و مشغول افکار خودشون باشن. بیشتر درون‌گراها افرادی هستن که کارهای محاسباتی انجام میدن، کارهایی هستش که خودشون تنها هستش، مثلا برنامه‌ریزا. بعضی اوقات خیلی هاشون درون‌گرا هستن و دوست دارن که تو خلوت خودشون باشن و کارهای خودشون رو انجام بدن، یا مثلا نویسنده ها. البته همشون نه، برخی از این افرادی که من مثلا خودم دیدم، به خاطر اینکه دوست دارن همیشه تنها باشن و کلن ارتباط گرفتن براشون سخته، نمیتونن یه جمعی رو رهبری بکنن و کسایی هستن که بیشتر نگاه میکنن و به کسای دیگه شاید گوش بدن و خودشون نمیتونن یه رهبر واقعی باشن. گاهی اوقات به خاطر اینکه نمیتونن از نوع امن خودشون خارج بشن، به خاطر همین براشون سخته که رهبر باشن، کار جدیدی رو انجام بدن و در مورد همین مورد ازش دوری میکنن و به دنبال رهبری بیشتر نیستن. اما دیگه چه ویژگی‌هایی دارن آدم‌های درون‌گرا؟ ما هم دیگه می‌خوایم بدونیم و باهاشون آشنا بشیم. اونا دوست دارن همیشه تنها باشن و در تنهایی توان درونیشون رو می‌سازن. ببینید، یک انسان وقتی بخواد خود درونیش رو بسازه، حتی اگه برون‌گرا باشه، باید بتونه تنهایی حال خودش رو خوب بکنه. باید بتونه تنهایی برای خودش وقت بذاره. باید بتونه که حال خودش رو خودش خوب بکنه. یک انسان ذاتاً تنهاست، ولی گاهی اوقات دوست داره که در جمع باشه، ارتباط بگیره. ولی خب گاهی اوقات جمع نیستش و کسی دور و بر ما نیستش. باید چه کار بکنیم؟ حالا اونم اصلا خوب نیست. خب میام این روزا روی خودم وقت میذارم، روی تنهایی خودم، روی احساسات خودم. خودم رو میشناسم و طبق اون عمل میکنم. به خاطر همین دیگه میتونم حتی اگر تنها باشم هم حال خودم رو خوب بکنم. ببینید، یه مورد دیگه هم هستش بین این درونگرایی و برونگرایی که وسطش قرار میگیره. یعنی یک نفر بخشی درونگراست و بخشی برونگراست، که این افراد گاهی اوقات ببینید که دوست دارن توی جمع باشن، گاهی اوقات دوست دارن در خلوت خودشون باشن. این شاخص هم داریم، ولی در اصل همون درونگرا و برونگرا رو بیشتر بهش میپردازیم. افراد درونگرا دوستان کمی دارن و یک رابطه عمیق هم با این دوستانشون میسازن. کم محلی رو ممکنه که توهین فرض کنن و اصلا دوست ندارن دوستانشون بهشون کم محلی بکنن. موضوعات محدودی میدونن، ولی خیلی خیلی در مورد موضوعات آگاهی کامل دارن. یعنی قشنگ برعکس برونگرا هستن و افرادی تنها هستن و به تنهایی بیشتر تمایل دارن. گفتم که تنهایی حس و حال خودشون رو قوی میکنن، حالشون رو خوب میکنن و بیشتر به خودشون وابستن تا دیگران. حالا میریم سراغ شاخص چهارم. شاخص چهارم یعنی خوشایند بودن. این صفت مشخص میکنه که فرد تا چه اندازه مهربونه و میتونه با دیگران همدلی داشته باشه. یعنی این شاخص به منظور همین قرار داده شده است و اگر شما فردی مهربان و همدل هستید، شاخص خوشایند بودن شما بالا هستش. از طرف این شاخص نشون میده که شما در برخورد با دیگران گرم و صمیمی ظاهر میشید یا نه، و تا چه میزان حاضرید که با اونا همکاری داشته باشید، مشارکت داشته باشید. هر چقدر شاخص خوشایند بودن شما بالاتر باشه، رفتار صمیمی با دیگران دارید. خب میبینید که الان این موضوع ربطش به برونگرایی هم هست. آدمای برونگرا میتونن همدل و مهربان باشن. نمیگم آدمای درونگرا نمیتونن باشن، ولی آدمای برونگرا بیشتر میتونن این حس رو داشته باشن. حالا یه سوال از خودتون بپرسید. آیا به مسائل مرتبط با انسان ها علاقمند هستید؟ از خودتون سوال بپرسید و بهش فکر بکنید و توجه و اهمیت زیادی برای اونها
قائل هستید یا نه؟ یعنی اگر یه نفر مریض میشه، یه نفر حالش بده، آیا برای شما مهمه یا نه براتون مهم نیست؟ اگر براتون مهمه، شاخص خوشایند بودن شما بالاست. ولی اگر براتون مهم نیست، شاخص خوشایند بودن شما پایینه. حالا یه سوال دیگه، آیا وقتی میبینید دیگران در زندگیشون با سختی و مشکلات مواجه میشن، تحت تاثیر قرار میگیرید و ناراحت میشید یا نه؟ از مشکلات دیگران چه چیزی رو برای خودتون میسازید؟ بهشون کمک میکنید، دستشون رو میگیرید یا نه؟ براتون مهم نیست و میگید مشکل برای خودشه. بازم میگم که اگر براتون مهم باشه مشکلات دیگران، شاخص خوشایند بودن شما بالا هستش. و اینو باید بدونید که اگر فردی هستید که نسبت به مسائل و مشکلات دیگران حساسید و با اونها همدلی و مهربانی میکنید و تلاش دارید به اونها کمک بکنید که حالشون خوب باشه، مشکلاتشون حل بشه، شاخص خوشایند بودن شما بالاست. و این موضوع این معنی رو میده که درد و ناراحتی اونها رو شما درک میکنید، همدلید و مایلید برای اونها کاری انجام بدید. این ما دو تا واژه داریم به نام همدلی و همدردی. همدلی یعنی که من بتونم کسی رو درک بکنم، کنارش باشم، حس خوب بهش بدم. ولی همدردی یعنی من بتونم که یک حسی که تو تجربه کردی رو منم تجربه بکنم.